این هفته مهرنوش یکی از محبوب ترین خواننده های زن ایرانی مهمان جیوان هستش که مطمئنا شما با خیلی از کاراش آشنایی دارین. سلام مهرنوش عزیز. مرسی از این وقت زود صبحگاهیت که در اختیار ما گذاشتی. سلام به شما افشین جان و همه کسی که دارن ما رو میبینن. بله اینجا ساعت الان 1:07 بامداد چهارشنبه است. من در خدمت بهنوش جان، یه توضیح کوتاه راجع به خودت میدی، کجا بزرگ شدی، کجا به دنیا اومدی؟ میدونم که تهران بزرگ شدی ولی شیرازی الاصلی، کجا درس خوندی؟ بله من شیرازی الاصلم، تهران بزرگ شدم. دیگه تحصیلاتم هیچ ربطی به فضای هنری که کار میکنم نداره. رشته آمار ریاضی خوندم دانشگاه صنعتی اصفهان. بگم که بچه‌ها خوشحال بشن، توی یه دونه از مصاحبات مهرنوشان گفته بودی که تعداد زیادی از کارهایی رو که بعداً اجرا کردی توی ایران نوشته بودی، درسته؟ چرا اونجا فعالیت نکردی؟ الان کلاً چند وقت اومدی آمریکا، مهاجرت کردی به آمریکا؟ من حقیقتش ترانه‌ها رو که خودم ننوشتم، با بچه‌هایی که داخل ایران بودم کار کردم و آهنگساز، ترانه‌سرا، کسایی که باشون کار می‌کردم ایران بودن. من اون زمان قصد داشتم که از ایران بیام بیرون ولی میخواستم برای ادامه تحصیل بیام بیرون، ولی خب یه دفعه این شانس به من رو آورد که بنده شدم و اومدم اینجا. دیگه اون مراحل قانونی ادامه تحصیل که باید مهاجرت بکنم از طریق تحصیل رو دیگه نیاز نبود که انجام بدم. تا الانم با بچه هایی که کار کردم و بچه های ایران بودن، آلبوم اولم رو با آقای رسول‌زاده شاعر و آهنگساز، آقای جمال خدامی تنظیم کننده کارم بودن، دو تا دوست بسیار عزیزی که دارم باشون کار کردم و بعد از اون آلبوم سری کارهای تک داشتم انجام دادم که با آریازاد عزیز، سجاد عزیز، سجاد امیریان و جمال خدامی عزیز باز هم کار کردم. خب فکر کنم آهنگ چشمات کلایمکس یا اون اوج هنری کارات بود که مردم خیلی با آشنا شدن، که به نظر من مجموعه خوبیه از اجرای زیبای خودت، شعر و آهنگ خوب و موزیک ویدیویی که سیروس به اون زیبایی کارگردانی کرده و متفاوته. آیا فهم کنید قبل از اونم کاری کرده بودی که مردم زیاد باش آشنایی نداشته باشن؟ میخوای راجع بهش یه ذره توضیح بدی؟ در واقع آره، من آهنگ اولم که ازم پخش شد، آهنگ نرو، استقبالش خیلی خوب بود نسبت به اینکه نسبت به کسی که تازه کارش رو شروع میکنه. من از اون کارم راضی بودم، اون کارو هم خیلی دوست داشتم، خاطر همین جزء اولین کاری بود که انتخاب کردیم که پخش بشه. آهنگ چشمات شاید به دلیل فضای به دلیل ریتم رگی که داشت، فضای ریتمیکی که داشت، فضای شاد ویدیو، یعنی در واقع من فکر میکنم که همه چیز دست به دست هم داد تا هم خیلی دیده بشه هم خیلی خوب شنیده بشه. تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام بچگی میشه کشی، میدونستی یا نه، میدونستی یا نه. خب از تجربه کاری با آقای سیاوش قمیشی برامون تعریف کن. ایشون که من طرفدارشون هستم، در واقع خیلی دوستشون دارم، از سالهای دور دوستشون داشتم. با تجربه کار مشترکی با هم انجام ندادیم ولی با هم کنسرت مشترک داشتیم که با هم رفتیم و خاطره ای که یادم از اون کنسرت، خب من همیشه شنیده بودم که مثلا سیاوش عزیز خیلی جدیه، خیلی اصلا با کسی کاری نداره، یه شخصیتی برای من ساخته بودن توی ذهن من. بعد من یادم میاد که پیش از
زمانی که من رفتم و اجرامو انجام دادم، بعد ایشون تشریف آوردن با دوستانشون بودن، من بلند شدم که سلام کنم، ایشون خیلی با عجله عجله من رد شدن رفتن، چون بعد میرفتن رو استیج برنامه‌شون شروع بشه. مثلا یعنی خیلی خیلی کوتاه فقط یه سر تکون دادن و رفتم. من داشتم آن موقع فکر میکردم که نمیدونم یعنی چیزی که دیگران میگن درسته نیست، چجوری بوده این مثلا اینقدر با عجله رفتن. بعد همجور دیگه مشغول بودم، با دوستای خودم صحبت میکردم، سیروس بود، پسرم هم همراهم بود. برنامه ایشون تموم شد، من اونجا مشغول پسرم بودم، داشتم یادم نیست باهاش حرف میزدم، بازی میکردم، یه دفعه دیدم که سر ایشون اومد پایین، متوجه نشده حواسم رو بهشون، گفت سلام خانم، ببخشید موقع من داشتم میرفتم عجله داشتم. اینا اصلا یه دفعه همه چیز عوض شد و فهمیدم که نه خیلی هم ایشون اتفاقا اخلاق بسیار خوبی دارن، خیلی هم به اندازه و به جای خودش متوازن و من خیلی دوستشون. خب راجع به پسرت صحبت کردی، میدونم که پسر خیلی دوست داشتنی داری که بهش هم خیلی وابسته ای. اینو می‌خواستم ازت سوال کنم، سخت نیست واقعا به عنوان یه هنرمند وقتی که کار هنری می‌کنی، مثلا میری کنسرت اینا و مادرم هستی، چه جوری واقعا هندل می‌کنی اینو؟ خیلی سخته. اولش فکر می‌کردم که نه نمی‌تونی، چرا باید سخت باشه، چرا به قول معروف اون جستایی که اول همه دارن موقعی که یه کار جدید اتفاق جدیدی میافته، میدونم ممیز ما از افتش برمیایم. بعد هی رفته رفته دیدم واقعا سخته، واقعا سخته. من اولین اجراهام هم همزمان بود با زمانی که پسرم اسمش سامه، سام خیلی کوچیک بود. اولین سفرمو که رفتم ترکیه برای اولین اجرا، واقعا تو فرودگاه استانبول سامی خیلی هم توپل بود، خیلی درشت بود ماشاءالله. من اینو روی دستم گرفته بودم، اولین سفر بود که تنها میرفتم با پسرم، کالسکشم داده بودم تو بار که بره اونجا مثلا توی خود آنتالیا تحویل بگیرم. فرودگاه استانبول بزرگ، من حالا باید از این سر هی بره اون ور، ساعت‌ها تو صف وایستاد و این بچه همینجوری دست من بود. یعنی من یادم میاد که کتفام درد نمی‌دونستم، این ور می‌دادم اون ور می‌دادم، کالسکه نداشتم، اصلا این سه خیلی وحشتناک بود. وقتی رسیدم گفتم که نه، اونقدری هم که فکر میکردم سفر با بچه همزمان کار هنری اونقدرم که فکر میکردم ساده نبود، شاید یکمی هم بی تاثیر نبود تو تأخیری که تو کار من افتاد. خب مبتلا آخرین کاری هستش که معرفی کردی، بازم یه کار خوب و قشنگ و متفاوت که موزیک ویدیوش هم باز سیروس کارگردانی کردی. میخوای راجع به پشت صحنه این موزیک ویدیو ذره بیشتر برای ما صحبت کنی؟ حقیقتش خب سیروس یه تصاویر برای من فرستاد، گفت که من میخوام توی این فضا کار بکنم. این مبتلا رو الان ترانه مبتلا دو سال هست که از عمرش میگذره، من خیلی وقت پیش برای سیروس فرستاده بودم و این کار رو دوست داشت، گفت که این کار رو کار خوبی میشه اگه روش ویدیویی که مد نظرم. همون موقع هم یادم میاد یکی دوتا تصویر که برام فرستاد همینایی بود که بعدها اجراش کرد. اما اون چیزی که برداشت خودم باشه بخوام بگم، نمیخوام بگم ربطش میدم به موضوعی، اما من یادم میاد که یک عکسی رو دیدم که همین گروه داعش زنی رو برده بودن برای فروختن که این زن نقاب داشت و داشت به دوربین نگاه میکرد، چشمه خیلی زیبایی داشت. من این برداشت خودم هست و اصلا نه فکر سیروس هست این چیزی که من دارم میگم، نه ایه، نه اینکه اون ایدش رو از اینجا آورده باشه، اون چیزی که خودم دیدم تو این تصویر هایی. بعد احساس کردم که خب ما تصویر زنی رو میتونیم نشون بدیم که اشاره داره به اون، ما داریم تصویر زنی رو نشون بدیم که به اون اشاره داره و در این حال داره میگه که من میتونم هنرمند باشم، من همون زنم که اگر صورتم پوشیده بشه همچنان همون هنر رو دارم، همچنان میتونم، من یه آدم دیگه نمیشم اگر که صورتم پوشیده بشه. یعنی پشت اون پوشیدگی ها یه دنیای بزرگ از حرف هست برای هر زنی، پشت اون اتفاقاتی که برای خیلی از زنها این اواخر متاسفانه افتاد. این برداشت خودم بود از اون. بنوش، به حقوق برابر زن و مرد اعتقاد داری؟ این خیلی بحثش طولانیه و خیلی احتیاج داره که من توضیح بدم. من به حقوق برابر زن و مرد معتقدم، اما این به این معنی نیست که من معتقد باشم زنها با
باید حق بیشتری ببرن به خاطر اینکه در گذشته ظلم بیشتری بهشون شد. کارهای جدید چی تو راهه؟ کنسرت هم اجرا می‌کنی به زودی؟ یه سری کار که آماده کردم که میخوام ضبط بکنم برای شاید چند ماه دیگه ضبطش شروع میشه. فکر میکنم کارهای خیلی خوبی باشه. یعنی میتونم این مژده رو بدم که منتظر شنیدن چیزهای جدیدی میتونن از من باشن، دوستان من، اونهایی که کارهای من رو دنبال میکنن. در مورد اجرا من فعلا به دلیل اینکه موقعیت شغلیم عوض شده، یکم گرفتاری شغلی شخصی پیدا کردم، این کار رو فعلا به تاخیر انداختم. اما موزیک جدید قبلا ضبط شده ای هم دارم که فکر میکنم شاید یک دو ماه آینده اونو پخش کنم. خب مهنوش عزیز، به آخر مصاحبه رسیدی متاسفانه. این زمان الان در اختیار تو هستش، اگه چیزی میخوای اضافه بکنی میتونی اینجا برام بگی. دوست دارم که تشکر بکنم از همه کسانی که تمام طول زندگی و طول عمرم جایی قرار گرفتم که من در این تقاطع بیستم و در این مختصات باشم، چه اونهایی که دوستشون دارم، چه اونهایی که صادقانه بگم شاید خیلی دوستشون نداشته باشم ولی کمک کردن به من. دوست دارم ازشون تشکر بکنم و بگم که خوشحالم که نتیجه خیلی اتفاقاتی که شاید به ظاهر اتفاقات خوبی نبوده ولی نتیجهش برای من خوب. در ضمن برنامه ما رو مهنوش جیوان رو می‌بینی؟ همین چند وقت پیش که قرار شد صحبت کنم با شما حقیقتش دیدم. خیلی عالی، همینم برای ما کافیه. ممنون از وقت و لطفت که برای ما گذاشتی مهنوش عزیز. برای آرزوی موفقیت می‌کنم، منتظر کارهای همیشه قشنگت هستیم. متشکرم، قربان شما. خدا نگهدار.